برسونمه یه بالا دیگه. آقا شما خانواده هیچی نداری؟ نجون تو همه شون مردن جز یکی برای من بود، اونم مادر تو بازخاله است. یه بالا دیگه میخوای کفشم هم در بیارم؟ دایی تویی؟ ای بابا نه تویی. یه بالا باقی کفشم در بیارم کرده بازخاله دایی. یه ذره لفت شده بودی پلیس جریمه رو کردی. دایی تالا اتوبوس گرفتتت بالا پایین چی؟ دیگه دریاست اتوبوس دیگه. نه آخه شما اونقدر من عجله انداختیم بوده بوده بیا من راند چیه؟ رانندم باید نه یاری بالا یه دقیقه سب کن یه دقیقه سب کن نه دیگه خوبه عجله انجام بده که هم دوی نمیره چی تو برده بود هم دوی نمیره دایی چیه بو میده چیه چیشان سوخت این بود چیه اینه مشتوالش میکن همونه فهمیده بزقاله بگرم همه تو خونه همون داره بله بله آخ بدوینم دسته میذاشتی دوش بگیر بعد
این تازه مشتمال قبل از روشن ببینم ماه شدی بزغاله 670 تومن قابل داد نیست خیلی ممنون بفرم خیلی ممنون میشه لطفا سرتم سلام دایی سلام سلام دیدی داداشو؟ بخ بخ داداش چه خوشگل شدی امروز چه خوشگل بازوی بیخرو سرم به زور منو برده آره بچه ننه چیه خبریه؟ ایشالله اون بدبختی که قرار بیا سراغت کی هست؟ یه بدبخت دیگه است که یکی قراره بره سراغه آره میمونه آره کدش الوار آقا یه خبریه بگید ما هم بدونیم بریم آقا دیر نشه بابا جان قراره به یه نفر کمک کنیم که زن بگیره چون بیچاره دختره رو نه دستش در میاره من از اونجا تا اینجا کشوندی اینو بگیدایی آخه باز قرق بره از تو کسی نداریم اگه نیستی بیادشو آقا دایی میخوای برای خود زن بگیر بگو با ما که تو که تعارف نداری بگو. ببین داداش خونوادگیه هستی اگه اوضاع اوکی بود میگم بیان برو دیگه سری برو بابا شما چه خبره به من میگید یا نه سایزت که تغییر نکرده چرا بابا یه ذره چاق شده یه سایز بیشتر بگی از بس میخوره و میخوابه دایی برو شما حالتون خوبه دایی اصلا خوبه منم بگین چه خبره آخه اگه بدونی حالت بدتر از اون میشه میگوزه این دست با بس خاله یه ذره به من درم بمورده دادم گلشم میدونه بره اینجا کجاست؟ ورزشگاه آزادی بعد اون وقت چند چندیم؟ یه ذره دیر به جمعی دهیش به نفع حریفه برو بزقالت برو برم گروف یه ذره هوشش به من نرفته فقط تو به من رفته یه ذره بگی آفه دارده سلام دایی سلام بزمچه بگی من در این ماشین رو به جمع وشگاه بگیر فقط زود برش گرده وا یعنی چی؟ آخه اگه آقا بفهمه چی؟ به عشقمون در باشه ولی یه مرد بیکار به دادل جرز میخوره عشقا خب داداشتو ببین خب حالا مونا مراقب باش مراقب خودم یک کچلوار اول خودت لایی توی؟ بشق ببینم عالیه بودو دایی مانا بیا دیگه چه بالاخره به من بگین چه خبره؟ دارن گل میزنن. به کی؟ بهتره بگی به چی؟ خب به چی؟
به اون خوشگله. خوشگله دایی من رفتم، تو هم اینو روشنش کن. باش. خوش اومدیم. نه بی وقت میاییم ده میریم. از خواهی میکنم همین اسباب پذیرایمون جونی. بخو بفهم بفهم. باید تلخ بخورم؟ قند دارین؟ نه بدین برادون میانم بده. بده؟ نه ببخشید. الان میام. ماشینه خیلی خوشگل شده ها. مخصوصا با این گل بنفشا. از این بهترم تا حالا خیلی شده. هنر و سلیقه باید تو ذات آدم باشه، وگرنه هر کسی میتونه. کمال کماله، جمال جماله. دایی من خسته شدم، نمیگی چه خبره؟ یه کمی سبز شوشه بلند شد. بابا این کلشربان امانتیه، نگاه کن تو شو خراب کردی. بفرمایید بفرمایید، شکلاتم رو بردم. نوشه جان بفرما بفرما. خب پس گفت تا یه ساعت دیگه نمیاد ماشین رو ببره. نه ساعت 3 این فروشگاه قانون داره، قانونش هم من میذارم. قیمتش چند در اومد؟ دو برابر بهش گفتم، اونم اصلا نه چکت نه چونه، پول نقد گذاشت رو میز. نه پس حسابش کرده. هله هیچی. بفرمان بفرمان. یا من نگو. ببینم تو خواستگاری رفتی مگه جوابشون مثبت بود؟ منفی هم نبود. منفی بود بزغاله، توالت نیست. شیرین به من قول داده دایی. شیرین به تو قول داده؟ باباش که به تو قول نداد. باباشو من راضی میکنم. که چی بشه؟ باباش فقط پول میخواد. خیلی خوب، من بهش میگم همه چی پول نیست، خیلی چیزایی لازمتر برای ازدواج است، مردونگی، شرف، انسانیت، وجدان. اینا رو من دهن تو من درس اخلاق باز کرده. برو بگذار تو بیچاره پول داشته باش همه رو بزن کنار، برو سر سیبیل بابای شیرین ناقاره بزن. من خودم اگه پول داشتم تا الان ازت میموندم. نه دایی الهی فداتم، ولی این زندگی خودت انتخاب کردی. نه ولی من نمیخوام تو هم این زندگی انتخاب بکنی، برو وایس اون بر. خلاصه خواستم بگم اگه اجازه بدین با پدر مادرم خدمت رو برس. ولی من و شما که همدیگر رو نمیشناستین. نه 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 من جسارت نکردم، این گل خدمتتون باشه. این گل فقط و فقط هدفم انسانی بود، دوستی بود، همین، بدون هیچ منظور دیگه. خیلی ممنون. عطر و بوی این گل منو یاد اینجا میندازه. از دیروز که شما رو دیدم این گلا دیگه برام مفهومی نداره. قلبم خداحافظ. حرف مخ نزن. چه کار میکنی؟ دایی وقتشه، دایی دایی وقتشه. دایی ببین تاسه فقط نیم ساعت مونده. دایی فقط نیم ساعت مونده باز بلا بخون سر مسلط. خب سر مسلط ببین دایی فقط پنگ دقیقه فرصت رو دار ترک کنی. با کسی هم رو در رو نمیشی باز بلا دایی زر پنگ دقیقه. من اصلا نمیدونم شما راجعه چی دارین حرف میزنی. دایی مگه نگفتم بهش حالیگان آنه به جزو قدرش بفهمیم؟ درستش میکنم بیده بزغاله. ما میخواییم بریم ماشین دوستی. برو بالا.
چیه؟ برای شادوماد خوشتی ببا بزن اون چپ کشکله رو. اگه بابای شیرین بدونه که من دارم دزدی میکنم میبینی چه بلایی سرمون میاره. غلط کرده باباش با تو. بگیر این گلو ببینم. بگیر. چیکارش کنم من؟ با عشق بوش کنم. میخوام یه آهنگ با کلاس بذارم روش. دختره گل فروش گل ارزون بفروش. آقا صاحب گل فروشی کیه؟ من. اوه تو ماده اومه. خب گفتم آقا شلوغش نکنینا. الو دایی نکن لو میریم. الو بیا اینجا آقا بیا اینجا. خب وایسی اینجوری وایسی. میخوام یه قاب خوشگل بگیرم آقا دامن. آقا دامن شما یه سلام علیکم خسته نباشید بگید. بعدش هم بگید که ماشین رو خیلی قشنگ گلکاری کردید. تبریک میگم. خسته نباشید ماشین رو خیلی قشنگ گلکاری کردید. ممنون. خب شما هم الان ازشون تشکر کنید و تبریک بهشون بگید. تبریک بهتون میگم. مبارک باشه. بابا چی گفت ماچ کنی بابا چلون دیوار پکارت. آقا دامن الان گلو بو کن به ساعتت نگاه کن میگم وای دیرم شد عروس منتظره. بری ببینم. وای دیرم شد عروس منتظره. به افتخار شادوماد آقای دورانی اون چپ خوشگله رو بزن. دورانی دورانی چیه دیگه؟ حالا چه فرقی میکنه؟ برو بشین پشت فرمون. میدون کدوم فرمون؟ برو بگیر. خیلی خوب باشه. برو تو. دایی گازشو بگیر بری. سویچ. دایی دایی سویچ. سویچ. نیست روش. اونا بذار جامو عوض کنم. الو ببین صدا میاد الان. اونا گاوون زایی ماشین سروش نداره که. بابا هیچ جور نمیتونی روشنش بکنین با یه سیمی یه چیزی. خیلی خوب خیلی خوب. گم بیا پایین. آقا آقا چی کار دارید میکنید بابا؟ به اختلاف خانوادگی بذاریم واسه بعد. بسی که عروسی این در به در ها یا تو دل چیز عروسیشو ببینه. برو اون سویچ ماشینه بده میخواییم بریم آبا دیر شو. دابو کدومش؟ هر کدومش هم میخوایی بگیره بیا. کسی به من سویچ نداده. به منم کسی سویچ نداده. اینا که اومدن بجوم دایی داماده اومده. یعنی چی کلید نداده؟ نداره دیگه. وقتی میگم کلید نداره یعنی نداره. پس به چی نداده که به نداره؟ بابا چی نداره؟ تو دورت میرسه مگه؟ صد دفعه گفتم سویچ دست تو بوده. اونا خوش میکنی اینا سویچ ماشین رو نمیدونم کجاست. چیکار کنی؟ بذار ببینم چیکار میکنم. ماشینه داری میدوزن بازم ماشینی ماست دوست دوست آی دوست دوست ماشینمو دزدیدن. ای جدا کجا؟ این ماشین عروس که اینجا بود. ماشین عروس دزدیدن خیلی بدبختی. مال من بود دیگه. عجب آدمای بی وجدانی ام. وقت تو اینجا وایسادی عروس الان به تو آرایشگاه منتظر باشه تو ماشین عروس رو به باد داری. اسم خودت هم داری دوما. تو واقعا نمیفهمی ها. نقطه ضعف کسیه به روش نیا.
دختر آب شد رفت تو زمین. چه؟ ماشین تحویل این دوتا دادی؟ تحویل همین دوتا. آدم قحطی بود. همه بیرون. همه برن بیرون. جز این دوتا. به جز ما دوتا. فقط ما رو بیرون نکن. با ما صاحب مغازه این. این چه کاری داری با من میکنی؟ شما اهل دزدی بودی؟ من اهل دزدی بودم؟ دزدی کار خوبیه؟ بزغاله، ظاهرش دزدیه. وقتی باطنشو بفهمی دست منم ماچ میکنی. عمرن. حالا میبینی. عمرن. اصلا همین الان ماچ کن. نمیخوام. میگم دستمو ماچ کن. گیر دادی دایی. میگم دستمو ماچ کن. خیلی آقا تو خیابون ماچ میکنی. فقط مادر. دست ایشون باید ماچ نکنی. اومد. مانا. چی شد؟ دیر کردی؟ اینجا چی کار میکنی؟ دایی نزدیک بود گیر بیافتین که. تو هم رفیق اینایی بود، یعنی بود رفیق دوستایی. من باید دوستی کنم. به دل نگیر دایی، زده به سرش. چی زده به سرش؟ ای خانواده شیرین بفهم من کار دوستی انجام دادم، آبروم اصلا میرم زیر سوال. بلش کن. اعتبارم. ببین تو مطمئنی خبر دوزی به بابایی برسی؟ مراسم زده به هم؟ آره بابا دایی، اونا خرافاتی هن. اگه دیر بهش نرسه. نگفتین تو؟ امیدوارم که این دفعه بشه. سب کبینم این چیزایی که من اعتقاد دارم که چه چیزی خوشیومه چه چیزی بدیومه تو فامیل شما رسم نیست. منو با این اعتقادات دیوونه کردی مرد. لا اله الا الله. میبینی دخترم؟ میبینی؟ بهش میگم پای راست اچکار میکنه با پای چپ میره. خب خوشیوم نیست دخترم. الهی قربونتو برم، من هر چی میگم به خاطر خوشبختی و سفیدبختی توه. مادر تو ولش کن، چیزایی که سفارش کردم خواهش میکنم سر عقل رعایت کن. باشه دخترم؟ قربون دختر گلم برم. بریم. بله باشه چشم. دایی این حالش خیلی بده ها. آره دایی حالش بده، من میدونم چرا. منم وقتی نوشینم از دستم پرید همچه حالی داشتم. بد حالیه مونا، بد حالیه. آخه داداشم، دایی نمیشه کاری براش بکنی؟ چرا، من نمیذارم این یکی هم اینو من باشه. تو مطمئن باش دایی. ماشالله شما الان هزار تا خاطرخواه داری. اون که آره، ولی خب عشق اول چیز دیگه هست. چیکار میخواد بکنی؟ میزنم همچین بود کنی. چیکار داری بکنی؟ بنداز سنگو. این ماشین درست دزدیه، اما امانت رو باید برگردونی. همین امانت میخواد عشق منو از من بگیر بذار. من نمیذارم دایی جون، من نمیذارم. ولی اینجوری نه، سنگو بنداز. با عقل و تدبیر با درایت. گوش کردی؟ با چی؟ عقل درایت. آفرین، با درایت. همچین با درایت بزنم شکش خورد کنم. بنداز بزغاله. وقتی من بهش میگم بزغاله دروغ نمیگم. داره میاد. باید داده صفرش. طب هم بزن. زنگ بزنید به پلیس. به نیم ساعت نرسیده پیداش میکنم. اونم اون ماشینی که تابلوه. لازم نیست تو به من میگی من چیکار بکنم. هیچ نگو. ایشون خودشون اینقدر بی شعور هستن که بدونم باید چیکار بکنم. آقا چرا میزنی؟ سلام علیکم. بله درست میفرمایی پدر جان. نه خیر، مشکلی پیش نیومده. یه مشکلی برای ماشین پیش اومده بود، خراب شده بود، دادم درستش کردم. حتما داری میای. بله ما همین کارا رو کردیم که اتفاقی نیفته.
اینجا که مونا تعریف میکنه میگه فقط کافی خبر دزدی به بابای برسه، اون خودش مراسم به هم میزنه. تا حالا هم کمتر از اینم به هم زده. کمتر از اینم به هم زده؟ مگه شیرین چند دفعه دیگه میخواست ازدواج کنه؟ حالا تا جایی که میدونن یه هفت‌هشت باری بوده. دایی شونو دایی، یعنی همه زنها اینقدر بی... همشون که نه، ولی خب بعضیاشون هستن دیگه. من میخوام بدونم یعنی شیرین منم همینجوری مثل... نه فکر نکنم، اینجوری که مونا تعریف میکنه نه. آخه میدونی چیه؟ دختر نجیب و خوب هفت‌شنوی باباشه. این بیچاره میبینه تو عرضه نداری، هیچ غلطی نمیتونی بکنی، مجبوره بین خواستگارا یکیشو انتخاب کنی و بله رو بگه دیگه، اونم دختر اون بابا. من میخواستم پولداشم بعد برم سر وقتش. آخه بزغاله، تا اون موقعی که نوه نتیجه شیرین خانم دارن رو پولای بابا بزرگشون غلط میزنن که. میدونم. تو نمیدونی، تو اصلا هیچی نمیدونی، تو اصلا هیچی نیستی. من میدونم، من میدونم که شیرین خانوم تو تمام موارد خودش راضی نبودش، همیشه یه بهونه ای آورده، ولی خب بیچاره این دفعه بهونهش به بنبست میخوره، مجبور میشه دست به دامن مونا بشه، که ما هم مجبور میشیم این برنامه رو بریزیم دیگه، ماشین دزدی. دایی داماد داره میره تالار. پس پلیس و پاسکا نرفته، بابای خبر دزدی رو نفهمیده، پس ناکس اخلاق بابا رو میدونه، صدای دزدی رو در نیاورده، دختری داره میپره، چیکار کنیم؟ بابا یه ایده، یه فکر، یه چیزی تو مخ نیست؟ تو یه چیزی بگو دیگه. من یه فکری کردم. چه عجب، تو بالاخره میخوای یه چیزی بگی. من میگم سر صدای همه چی رو در بیاریم. دایی چرا به فکر خودمون نرسید؟ بابا ما ماشین رو دزدیدیم نشد، بعد چجوری عقل کن؟ خب باباش خرافاتیه، وقتی ببینه شب عروسی دزدی شده بعد عروسی رو به هم میریزه، منو ببینه میگه داماد گلم بعد. نه بابا این راست بزغاله است. ببین بزغاله، تا تو علفتو میخوری من برم یه امانتی ها رو پس بدم. خب نخم. ای بابا، داداشم چرا پس الان اومد؟ شیرین جان، اصلا نگران نباشی و هیچ اتفاقی نمیفته. خدای آبروی دخترمه، خودت به خیر کن. ببین آقا، هر چی بوده دیگه گذشته، من ازش خواستم که بیاد بدون اینکه با من. دختر منم هستا، منم خواهر برادر زیاد دارم خانم، ولی من فقط همین یه برادر بیشتر ندارم. خیلی خوب میگفتی تشریف بیارن سالن، چه دلیل داره سر سفره عقد بیاد؟ سلام آبجی. سلام داداش، خیلی خوش اومدی، منت سر ما گذاشتی. شیرین فقط همین یه دایی رو بیشتر نداره، نباشه نمیشه. 46 دقیقه تاخیر اول زندگی دو تا جوون، میدونی یعنی چی؟ این بدبختی و بیچارگی دیوونه است شوهرت. آقا داداشم سر سفره عقد دخترم نباشه نمیذارم. هر کس سر سفره عقد دخترم هم وامیسته باید خوشقدم باشه و خوشیام. تموم. بس آقا جون، شما یه وکیل واسه خودت بگی که جای شما واسه، چون سلطان همه این بدقدم ها خودتی. آقا داداش، یه وکیلم برای من بگیر که نبادا سر سفره عقد دختر ایشون یه آدم سیاه‌بختم باشه. بابا جون، شما دو نفر به خاطر شیرین یک ساعت، فقط یک ساعت همو تحمل کنید. مادر اینا بینم آبجی، گفتی دامادت که این ماشنه آنچنانی داره که. خب آره، اینکه اینچنانیه که نفهمیدم. میگم خانومم، مگه قرار نبود عمو بزرگش باشه و مادرش؟ تو اونجایی، ولم کن. به جونت آبجی، این شوهرت تاب داره. حالا بگونه. سلام.
سلام علیکم. مبارکه. الهی بابا قربونت بره. پدادشم خانم. بفرما آقا داداش. شما تو حیف این دختره بدیم بگیم. بله بله. عجب عجب. بله خوب عجب عجب عجب. بله بله خوب عجب عجب. میگم که ببخشید آقای نسبتا محترم، من این ماشین آنچنانی گل زده، منظورم ماشین عروس، پایین ندیدمش. برای همین دیر شد دیگه، ماشینم خراب شد تا اومدیم درستش کنیم دیگه، اینقدر طول کشید. اینم بد شانس ما تو این شب عزیز. خدمت عمو گفته بودم قبلا. درسته؟ اما من میگم که چی؟ تو این روز ماشین عروس خراب بشه خودش اصلا شون نداره. بله آقا. بله آقا جون. اگرم خواستی 10 تا مدرک بیارم مکتوب. آبجی میدونه. چطوری دخترم؟ دیگه داشت کم کم باورم میشد با این حساسیت های پدر تو. دخترم هیچ وقت عروس نشد، ولی الحمدلله این دفعه شد. مامان قربونت بره. دیگه الان اسمس بازی چیه؟ بذارش کنار باشه. دایی نایمد؟ چرا اومده؟ میترسم با این حرفایی که داره میزنه ها یواش یواش بابا رو بندازه سر قوز. همه منتظر عروس هستن. الهی قربونت برم. پاشو بریم مامان. بریم دخترم. آقا جمال. چی؟ باز میخوام ازتون ببخشید. ای بابا چیه دایی؟ گفتم فهمیدم دیگه. اما را دست این بابات خدایی یه کارایی میکنم. نه آقا جون، نه دایی جون، چی رو بفهمه؟ بایی بچه هم هم. فقط این وسط یه چیز میمونه دایی، اگر این پسره بچه خوبی باشه چی اون موقع؟ ها؟ خدا رو خوش نمیاد که. اصلا بچه خوبی هم باشه باید به دل من بشینه یا نه؟ آه با، یه موقع خجالت نمیشی دایی ها؟ امان از این دل، هر چی میشه از این دل اون میکشه. آقا تو رو خدا عجله کنین، جون یه جوون در خطره ها. چش خانم چش. جون خودت در خطر نباشه. ببینم مگه تو خود خواهر مادر نداری؟ که خودت نداری این خواهر مادر. آقا 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 آقا
کوفت ماشین یه عروس و دوماد رو دازیدن داره عروسشون به هم میخوره، بعد اینجوری میخندی؟ اصلا کجا من اون کار خودتون نباشه؟ عجله کن، عجله کن. کنید. من ذرات میخوام، دست خودم نبود دیگه. خیلی خوب، اگر جخت بیاد باطله، یعنی میتونید ادامه بدید. نداره، خودم باز بیام که خب نمیام. خاک حالم تون گل و گردنت. آکی چی شده؟ آکی اینجا چه خبره؟ اکی ادامه بدیم. صبر کنید. جخته. ادامه بفرمید. اکی ماجرای دزدی از کجا فهمیدین؟ فهمیدم، معلوم از چی داری میگه، خودم اونجا بودم دیدم. آره ممکنم، سریع برو خانم، استرس داره، سریع برو. چشم. ایچ بچه هم چیگه میری؟ آروم برو بابا 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 آروم برو آروم برو آروم برو. با نام و یاد خدای متعال و اجازه پدر محترم عروس خانم، والده محترمه و حضار محترم، اگر اجازه بفرمایید من اسامی عروس داماد رو در دفترم یادداشت کنم تا انشالله خطبه عقد جاری بشه. بفرمایید. میگم آبجی. آبجی. بله. شونه اونور شوهرت نگاه نکن، هر وقت گفتم نکن، یه چیزی همچین خوشایند نیست و همه دارن نگاهش میکنن. نکن. راست میگی. آره بعد خوشایند نیست، خوشیام نیست. باشه سب کن. اجازه میفرمایید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میگم پیاده شو، دیرمون شده. من منصرفم، من دیگه منصرفم. پیاده شو. بابا شام دیگه. بودو بونا. میخوام.
میخوام پیاده شم. بیا پایین. نمیخوام. با این راه نندکی. نمیخوام پیاده. پیاده شو. پیاده شو. اذیت میکنی. بیا پایین ببینم. نمیخوام بیام پایین. نمیخوام. من منصرف شدم. من میخوام برم برگردم تو گل فروشی. نمیخوام برگردم. دیر شده بیا پایین. تو اصلا چی اومدی؟ نمیخوام آقا بحث نکن. نمیخوام. من الان پیاده شدم. بیا تو شو ببینم. بیا پایین. بیا پایین. بیا پایین. بیا پایین. بیا زبودا خوش بیا پایین. من میخوام بیام گیر کردم. میخوام بیام. میام. میام. گیر کردم. یه ذره فشار بده. چیکار کنم؟ بچه ها چی میکنی منو؟ گیر کرده. نکن بابا بلن کنی. من الان دیر کردم. گیر کردم. آقا گیر کردم من. من الان گیر کردم. یه زن خودتو هر بده دیر شده. چون قول بدم خودم ها. چون قولم ها هر بدم. اونجا. بیش فشار بده بشه. بی فرهنگ. بی انسانیت. فرهنگ رانندگی. خواهم درم گیرم. بارم اونم. بی فرهنگ بی فرهنگ رانندگی بی انسانی هم با این رانندگی چی تو شده؟ ابو یه دقیقه بیا. بله بله شما بیا یه دقیقه. یه کمی تندتر دست درد نکنه. ابو حالت خوبه؟ داداش این ماشین رو میفروشم میخری؟ نه ارزو میفروشم. نه میخوام ماشین میخوام چیکار برو؟ اینجا نمایشگاه اتومبیل ما داری؟ چه میدونم کجاست آقا جان؟ یه چند تا ماشین های مدل بالا خواهم نخر. ماشین نمیخوام برو. رو یه دکتر اعصاب برو. چشم بفرما. دوشیزه محترمه مکرمه سرکار خانمه. اجازه بفرمید آقا. خیلی ببخشید. از خانم آقایون خواهش میکنم به عنوان پدر عروس خانم کسانی که اینجا حضور دارن یعنی سر سفره عقد انرژی مثبت داشته باشن و دستاشون تو هم چی گره نباشه که خوشیوم نیست. حالا بفرمایید. اجازه میدید؟ صبر کن ببینیم آقا جون، صبر کن ببینیم آقا. آب چی؟ خب اشارت بکن لکه رو بردارم شونش. ای خوشیوم نیست. میخوای دختری بیچاره کنی؟ هیچ چی نمیگی، میگی چی نمیگی؟ صبر کن ببینم. دست نگه دارید آقا. لکه چیه؟ یه لکه کوچیک اون برای شونته. دست نگه دارید، خوشیوم نیست برش دارید. بسیار خب صبر کن. آها آه. چیز زیادی نبود. بسیار خوب ادامه بدید. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دوشیزه محترم. ببین فقط باید یادت باشه که بگی داماد ماشین آورده، شما هم گول زدین، ولی اون دزده. دزدی بی شرف و بی همه چی. خیلی خوب لازم نکنه فحش بدی. من اونم واسه خودش بیچارگی داشته. ببین تو فقط باید شهادت بدی که بگی این خود بره خودم زیش بر سرم. ببین تو فقط باید شهادت بدی که ماشین عروس رو دزدیدن. باید به پدر عروس تاکید کنی. تاکید یعنی چی؟ بیا ببینم. خب میدونم. تحقیق رو میگه عروس خانم، برای بار سوم میپرسم وکیلم؟ آقا من اومدم توضیح بدم. این آقا ماشین عروس رو آورد، منم با کمال چیز زدیم، گل بیس زدیم، در صحت کامل عقلی دارم این حرف رو بدون میزنم. درسته؟ بله ماشین رو دزدیدن آقا، ماشین رو دزدیدن. در ضمن من نمیدونستم دامادی تقلبی تو کار هست. آقا چرا نمیفهمی؟ عزیزی من این ماشین رو آوردی آقا برای من، منم با داداشم کمال تو گل فروشی تزیینش کردیم، بهترین ماشین و بهترین تزیینات. دزدیدم ماشین رو دزدیدم. من بدبختم خبر نداشتم که پشت دستمو که بونه چرا. آخه چرا تو، چرا ماشین عروس تو؟ ببخشید آقای عمو، من اینجوری اومدم اینجا وقتی آقا تعریف کرد چه اتفاقی افتاده. اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اصلا ناراحت نشو عمو جان، الان درستش میکنم. تو اینجا چیکار داری؟ برکن حالت بد نشه. سلام. ببخشید پسرم، این آقا با شما نسبتی داره؟ بله زغبام هستم، فقط یه کمی کم دارن. چه
چشتون بسته چون این که خیافش خوشگل آقای امو تو گل فروشه این آقا ماشین عروس رو دزدیدن. ماشین عروس رو دزدیدن؟ شگون نداره. باش شگون نداره قلبم. چه سرصدایی را افتاده تو مزه. برنامه‌ریزی دایی حرف نداره بزغاله. دایی شما که انقدر میدونین نمیگیم به من چرا شیرین پا گذاشت رو حرفش؟ من مال خودم نمیدونم 30 سال پیش چرا نوشین پا گذاشت. از مال تو رو بگم بزغاله. دختره رو که میشناسی؟ نه معلومه نمیشناسی. منم اگه با اون ماشین ازم خواستگاری میکردم دست دلم میگرسی. دایی 30 سال پیش که این ماشین ها نبوده میدونم یه چیزی بوده دیگه. ببینم تو راست و خیلی رک به من بگو ببینم تو قول قرارت با این دوشه چی بوده؟ قول و قرار؟ همون قرار و مدار. قرار و مدار؟ خب خودت بودی که شنیدی که دایی؟ من تا زمانی که یادم یه نخیر گنده شنیدم. وقتی نبودم چی؟ با خودش چی بود؟ ما که نبودیم. خب؟ ببینم تو اصلا قرار و مدار گذاشتی با این شیری؟ قرار و مدار چی؟ یعنی نشستی باهاش صحبت کردی که میخوای برای چه کارهایی بکنی در آینده؟ چیکار کنم؟ تایر جواب منو بده. منو نگاه کن. تو اصلا از عشق عاشقی براش گفتی؟ آره؟ اصلا صحبت کردی باهاش؟ آره؟ حضوری؟ کی صحبت کردی؟ نه حضوری کی بودی؟ 2 سال قبل. نه ببین من کی تو کی برای آخرین بار کی باشم زدی؟ اما آخرین بار دیگه 2 سال پیش. وای مونا دیگه ناامید شده بودم. خب تعریف کن ببینم چی شد. ببین همه چیز مو به مو انجام شد. پس این داستان این گل فروشه چیه؟ ببین گل فروشه اومده شهادت بده که داماد ماشین آورده برای گل زدن، دزدان ماشین رو دزدیدن. آخه هیچ حرفی از دزدی نزد. داشتم سکته میکردم من. گفتم حتما نتونستین کاری کنی. ببین بابا تو بگو دیگه ول کنه بر چگونی نیست. به خاطر حساسیت های بیمورد توی که همه چی ازت پنهون میکنم. آقا عجب ماشینی بودا. میگم حالا نذارم به حساب بد قدمی دخترم شیرین. آبجی من برم گزارش این سرقت رو به کدوم منطقه دادن. راستی شما از این خانواده چی میدونین؟ هرچند که این آقا تهشو در آورده. یعنی چی؟ آبا اجدادشون از خاک کشته بیرون. اتفاقا این دفعه صابر زیاد پرسجو نکرد. همه چی تونتون اتفاق افتاد. شما تحقیق راجع به این خانواده نکردین؟ چرا داداش؟ دورا دور. چرا نمیگی خانم؟ بگو آقا تو کار صادرات تلاس و کاروبارش سکه است. خوبه دیگه آبجی. خوشیام نیا به این راحتی چی؟ شوم نمیشه. کی به شما گفت بیا اینجا؟ از کجا میدونی تو کجا باید بیای که خبر دوزی همه بفهمن؟ کی باشه این ماجراست؟ راستشو بگو. چی جوری من تو که من نیدمت؟ مگه به تو نگفتم هیچ غلطی نباید بکنی؟ نکنه دوزی کار خودتونه. دختره نکنه با شماست. خودتون اون داداشت. آقا برادر من مال دنیا ارزش نداره. انشالله که پیدا میشه. بفرمایید. آقا من آقا فهمیدم که تهمه زدم به شما که این ماشین عروسی در کار نبوده، گلارایی در کار نبوده، در صورتی که بوده من خودم گلارایی کردم. ولی این دوزی بیشرفا. بلهار تا وقت نگذشته تشریف بیارید خطبه عقد رو جاری کنیم عزیزان. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. سرقت ماشین عروس نشونه بچگونی خانم. ای داد بیداد. ای والا شما گو بیا اینجا. از کجا میدونی تو کجا باید بیای که خبر دوزی همه بفهمن؟ چی باشه این ماجراست؟ راستشو بگو. چی جوری من تو که من نیدمت؟ تو نگفتم هیچ غلطی نباید بکنی. نکنه دوزی کار خودتونه. دخترم نکنه با شماست. ببینم شما به کدوم منطقه گزارش دادی؟ اصلا نیازی نیست گزارش بشه. مدای سر عروس خانم. خوشید بریم آجا منتظره. خوشید بریم. برو ببین. دایی.
دو سال باش حرف نزدی. آقا پیش نیومد دیگه. پیش نیومده؟ چرا پیش نیومده؟ چیکار میکردم آخه؟ یه اسی، یه چیزی، تلفنی، وای، وای، وای بر؟ و چی؟ آقا یه چی، ایمیل براش نوشتم. ایمیل فرستادی براش؟ یه غلطی کردی. نه نه. چیزی نوشتی؟ آره نوشتم، فقط چون آدرس ایمیلش رو نوشتم نمیتونستم براش بفرستم. خب خوب درستم. چی روزی باید ماشین گم بشه؟ وقتی میگم شگون نداره، نداره دیگه. اصاب ندارم بابا، هرس نخور، همه چی درست میشه. بلام میگم آبجی، میخوای تا دیر نشده اعلام کنم که تا شب نشده ماشین پیدا شه؟ ها؟ آقا داداشم حتما پیگیری میکنن، مطمئن باشید. البته جناب سرگرد بیژن تشکر. سرگونم به زور سرگرد. چی گفت؟ هیچی. بیچاره داداشم داشت پس میافتاد. طاهرم بود؟ شمع پلیسی من به من میگه که این سارق یا سارقین مطمئنن میخوان امشب چی؟ این ماشینو از شهر خارج کنن. یه فرضیه دیگه میگه که شاید تا حالا خارجم کردن. بله، خارج کردن. نیشه جونه هر کی دزدیده. چیه؟ من اصلا دوست داشتم برای سلامتی عروس خانم خیر آتش کنم. جونه بعدشم میدونی چیه؟ خواستم این ماشین بیاد جلو پای عروس خانم آتیشش بزنم. ای بابا، آدم شما هم خوب. خواهی یه نوشم برای تو بخرم؟ برای من؟ آره. شما معمولا بابا انقدر طولش نمیداد. جواب منو بده بابا. تا قبل از اینکه شب نشده بعد به همه فک و فامیل زنگ بزنیم، تا قبل از اینکه بخوان حرکت کنن به سمت تالار. چند سال پیش هم این اتفاق افتاد، 2 ساعت طول کشید تا ما بخوایم به همه خبر بدیم. البته اون موقع که همه مثل الان گوشی نداشتن. جواب منو نمیخوای بدی؟ نه، اگه به خاطر بیاردگی داداش شما نبود، من مجبور نمیشدم الان نقشه دزدی ماشین مراسم خودمو بکشم. فعلا که داداش من ارزه به خرج داده که نقشه شما عملی بشه. بالاخره باید یک کلاسی برای فامیلم بذارم که اونایی که سر عقد یک دختر میشینن بدونن چی شگون داره چی نداره. مثلا عبس کردن شگون نداره، سرفه کردن شگون نداره، دروغ گفتن سر سفره عقد شگون نداره. برمو جان، من قول بهت میدم بعد از خطبه عقد عروس خانم رو با چند مدل بالاتر از این ماشین به خونه بخت ببرم. پسرم، ماشینی که گل میزنم برای یه عروس شب بختش نباید آریه ای باشه، شگون نداره که. آریه ای نیست، سپردم قول نمشه بنویسن ببرن بهترین گل فروشی تا از این آتروش انجام بدن و بیارن تا آلار. خب پس مبارکه دیگه انشالله. بله بفرمایید، بفرمایید. بله بفرمایید. شیرین، شیرین جا. بله ماما. مادر بیا بیا. آخه الهی قربونتون برم، ناراحت نباشید. به نظر منم پدر شیرین جون داره درست میگه، دزدیده شدن ماشین عروس اصلا شگون نداره. خیلی خوب شد. اتفاقا این دفعه داره میشه مادر، تو غصه نخور. شیرین بودو بیا حاضر شو، بابا منتظره. فهمیدی؟ زاخارت منم که برای توی بیلیاقت باشده. من نگاه میکنه در بیاره دیگه، لباس و مال مردمه. یلا برای چی ما داریم زعی میکنی؟ یلا سری شلوار، شلوارم در بیار. بلش کن شلوار در بیار. اینجا؟ بله همینجا. نه بس برو هتل در بیار. در بیار. نمیشه که. چرا نمیشه؟ در بیار. جلوی شما آخه زشته که. خیلی خوب بیار. خوبه؟ در بیار. وسط خیابون آدم داره رد میشه. خب بیا در بیا، این هم آدم نه این ها این برم داره آدم رد برو پاش اون درخت در بیا. اون درخت بهونه نیست، اینقدر آزا مال مردم بودو. سری
اومدی یا؟ دایی؟ بیا دایی؟ بیا مادر مونا جان، ببین دخترم تو که غریبه نیستی، اخلاق بابای شیرین هم که میشناسی، ایشالا تو سالن ازت پذیرایی میکنه. ولی دزده شدن ماشین عروس نشونه بدشگونیه. بده من ببینم بگیر. اینم درست کن. خیلی خوب کمربندت هم ببند. آره دایی جون خیلی خوب. برو گم شو. برای کی داریم دلسوزی بخوریم؟ الو دایی. ببین مونا چی دارم بهت میگم، من دیگه از این به بعد این پسر بزغال چی؟ تموم شد. لاس چیکار کنم که دلم برش میسوزه؟ آهو داره میزنه. یا بله خیلی خوب خیلی خوب خواهی تو دوست نکن بزغاله. بله بله نه باشه نه باشه باشه حتما حتما باشه باشه درسته بله دقیقا. اگه یه روز یاد نادست منو بگیره بپرس حال دلمو داره بگیره اون چقدر قشنگه. چرا؟ داشت به من رشوه میده. اونم نه رشوه کوچیک، جون احمد یه ماشین مدل بالا. احمد جون دیگه نگم بهتا. آقا جون بچه آبجیمه ها؟ بچه خواهرم چی؟ بچه خب عقب افتاده. بچه آبجیم بچه خواهر میشه دیگه. دیگه آقا دیگه نگم بهتا. باشه داداش بس سری قرمه تو برم. بجام بجام آقا جون. سلام. بایستم ببینم گوش بایستدی؟
برای بار سوم اعلام میکنم عروس خانم. آیا وکیلم؟ صبر کن شیرین، صبر کن دایی. من از همه شما عذر میخوام، البته غیر یه نفر. از قدیم گفتن دختر عزیزه، مخصوصا برای پدر، مخصوصا برای پدر. برای همینم آقا صابر حواسش نبوده، نمیدونسته که این ساعت چیه؟ عقدش مقارنه با غروب. حالا خیلی هم که این ساعت چه عیبی داره؟ عیب داره آقا جون، غروب عقد عیب داره، شگون نداره. حالا شما لطف کنی بفرمایید اون بر یه شیرنی میوه یه چیزی بخوری، من این شونه رو چی همچی داره ماسپالیش کنیم بره. بفرمایید آقا جون، بفرمایید. آبجو بفرما. چشم آقا داداش. وای حل شد. میگم چرا یه فرصت دیگه به داداشم نمیدی؟ مبارک باشه جما. دستیارت گفت یه ماشینی جدید برات گل بزنم. خواستم بگم آه تم نجی که به حسابت میرسم. میگم مفته که میزنم، اخلاق نداره. ای عرفی دختره که دلم به این تشریف داشتین؟ کجا با این عجله؟ میگم نمیخوایی خبر خوشه رو بشتبین بعد برین؟ این چی هست؟ خبر خوشه؟ بله. ماشین عروس پیدا شد. خدا رو شکر ماشین داداشم پیدا شد. نه آبجی، ماشین داداش شما نبود. احمد جون، جناب سروان. بفهم آقا جون. یعنی چه آقا؟ وای زمینم بابا باز مچه. احمد جون قبل شما. خب خانمو بفرمایید. شما؟ من کی گفته عموشم؟ من تو عموی علکیش. علکی شما چی؟ به خدا ما فقط سیاهی لشکریم، منم خواهرش نیستم. آره به خدا. بفرمایید. مرخصی. خیلی ممنون. بفرما. صاحب کوبینم. ها آقا میزن چه خبر اینجا؟ اونا تو دفتر خونه من آقا. هیچی صابر جون، هیچ خبری نیست. فقط بگم که این همه گشتی تو این همه خوشیام گلچین کردی این دامادو. میدونی چی کار است؟ خلافکار بین‌المللی. طلا وارد میکنه غیر قانونی، اختلاس. ببین لپ کلمت بگم، خلاف کوچیکش همین ماشین عروسی که خودش دزدیده. آه حیوان، من از دست تو شکایت میکنم. با احساسات دختر من بازی میکنی؟ از دستش شکایت میکنم. یا بالا بزغاله تایر، برای آخرین بار دارم بهت میگم آه. اینی یه شیر میری جلو، اینی یه مرد به پدری دختری میگی من دخترتو میخوام و خوشبختش میکنم. برو ببینم چی کار میکنی. فقط دایی دستمال اینجور جا به کار میاد؟ اینجا شجاعت به کار میاد. اینو بندست اینجا بابا، فقط مونده دستمال بندست. برو دایی. یه مطلبی چیه؟ پایین که بودم دقت کردم دیدم این لاستیک ماشینت کم باده، باید ببری تنظیم باد. من دارم در مورد زندگی در میزنم بزغاله، تو داره در مورد جش هم حرف میزنی. برو. چیه؟ یه مطلبی داری بابا بادش میکنه. نه 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 برو. نه 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 بابای دختره رو میبینم دستم میلرز. برو بزغاله برو دیگه. خدا اینه من شکست یه چی بخوره. پس من شکایتمو کجا ببرم؟ با احساسات دختر من بازی میکنی دوست. آقا جون مگه اصلا احساسات من واسه تون مهمم هست؟ بابا
حالا شکایت و شکایت که جوری بذاریم واسه بعد. بگید من جواب مهمونا رو چی بدم؟ مراسم نداریم که. چرا نداریم که؟ داماد نداریم که. نه نه اونو نگران نباشین. من هستم. آی آی این از هم حواسش جمع باشه. کجای دلم بذارم شه؟ اجازه بدین من این دختر دو سال دوست دارم میخوام باشه ازدواج کنم نمیذاره باباش. اینو کجای دلم بذارم؟ اونو خانوم همین بود، همین بدبخت بود، همین همین باید که دیم. آی آی اوران گوتا بده ایتا بی آی اقام افتده. این دیگه کیه؟ من جمالم، گل میفوشم. خاک حالم تو سره. اینا هم افتاده سخه. نه من لطیفم. من دایم امروز شیرم که یعنی تشویقم کرده که بیام اینجا حرف دلمو بزنم. چیه؟ علی اجازه بدین من این دختر دو سال دوست دارم میخوام باهاش ازدواج کنم نمیذاره باهاش. خجسته؟ جانم آقا میدونم خسته شدی معطل شدی ولی بریم خطبه عقد بخون. چشم آقا مبارکه. شناسنامه لطفا. بریم دختر تو بریم. بفرمایید. 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 بریم. ببینن. مولا خانم. ایشون. خبری از کلک و ریا نبود.
خودت این جای دلت جای دیگه، خونه کردی توی دلهای دیگه، بگه یک دل رو به چند تا میسپارن که به سردار تو سودای دیگه. یادت رفته اون روزا تو با من پر میزدی، روزی صد بار میومدی به خونم سر میزدی. یادت رفته اون روزا تو با من پر میزدی، روزی صد بار میومدی به خونم سر میزدی.